بکنه ایوون، یه خورده تو نبودون هیچ فرقی نکرده. میبینی داداش این 25 ساله که شما نبودی ترو چقدر خوب شده. آره خیلی عوض شده. بنابراین کالسکت تنها یادگار دوره قدیم هستین. از اینا بازم پیدا میشه؟ آره چندتایی پیدا میشن، اما بیشون بارکشی میکنن. اما جون وضع زندگی اینجا چطوره؟ خیلی خوبه، اما پول خوبم میخواد. راستی داداش هندوستان چه خبر بود؟ محمد جان زندگی اونجا با خیلی فرق میکنه. معلومه. اما مملکت خودمون خیلی ترقی کرده. امیدوارم بتونیم من بعد همینجا زندگی کنیم و کار کنیم. حساب میکنیم من راست چشم آب نمیخوام؟ چرا پسرم؟ برای اینکه سال هاست که ازش هیچ خبری نداریم، در صورتی که میتونست به ما کار. اگه عمو جون به ما ننوشته بود که آقای سایه همون احمد برادرمه، هیچ وقت نمیفهمیدیم که اون اومده. خلاصه خدا میشه با اون پول و ثروتی که داره وضع هممون رو برا میشه. داداش نگاه کن کیف کنا. سلام محمد. نفهمیدم آقای پسر چشمت درویش کنه، دخترم از اون دختران نیست. ای بابا برادر، اینقدر محمود نجیب و خجالتیه که اصلا تو این فکرها نیست. پسرم کمک کن بریم، تو خیلی خسته. هر اینجا تو جلو بیه فرارو نشون بده، من از تو باز بکنم میبرم. بفرمایی نموجه. نفهمیدم پس من چی؟ حمالی چمدونم انداختن گردن ما. خواهش میکنم بفرمایید عموجان. بفرمایید. اجازه بدین ببخشید. خواهش میکنم بشینید زیر کرسی پدر. ممنونم فرزندم. همینجا بشینید، همینجا پیر شلایی. خب چرا وایستادی پسرم؟ بشین. اجازه میفرمایی پدر. بشین. چشم. مام همینطور پروین جان. چشم مامو جان. باریکلا. میبینی محمود ماشالله چه دخترموی خوبی داری؟ متشکرم. خدا رو شکر که مام قمخیش پیدا کردیم. آخه خیلی تنها بودیم. مام همینطور. اما حالا دیگه تنها نیستی. محمود خان شما خیلی تهرون میمونی؟ معلوم نیست، اگه کاری پیدا کنم که درآمد خوبی داشته باشه میمونم. داداش این تو چقدر سنگینه؟ چی بار کردی با خودت اردی؟ نکنه هندوستان رو بار کردی اردی؟ در حقیقه بنده همه امشب هوا خیلی سرده. پروی جون برقی یه دون چایی بیری که خیلی سرده بخورم گرم شم. خب داداش جون حاله چطوره؟ خیلی خوش اومدی صفا. ممنونم بابا. پروین جون خوب ازشون پذیرایی کردی؟ غریبه که نیستن بابا جون، اینجا منزل خودشون. آه البته. با دختر به این نازنینی که تو داری خیالت راحت باشم برادر. کوچیک شماست داداش. خب حالا پروین جون چی کار میکنه؟ میره اداره کار میکنه. با این ماشینا چیز می‌نویسه. منظور بابا ماشین نویسیه. والا بعد از فوت مادرم پدرم خیلی برام زحمت کشید تا تونستم دیپلممو بگیرم. حالا تو دفتر اداره حمل و نقل سازمان سایه ماشین نویسی میکنه. ببینم داداش تو خودت اونو دیدی؟ مطمئنی که احمده؟ 100% خودشه. آخه یه روز رفتم عقب پروین، گفتن آقای سایه اومده برای سرکشی. خب یه گوشه ای وایستادم تا بیاده بره. داداش وقتی چشمم بهش افتاد به مرگ تو نزدیک بود دیوونه بشم. برادرزاده خودم احمدو دیدم سرمارو گنده. اسمش هم سایه است، رئیس یه تجارتونه گنده هم است. چند وقته این آقای سایه اینجاست؟ بله مثل اینکه 6-7 ماه باشه. بله خلاصه وقتی مطمئن شدم که خودشا، فوراً به شما کاغذ نوشتم که بیایید تهران. ببینم چرا؟ آخه تو بزرگش کردی به گردنش. نه داداش میدونی چیه؟ من اخلاق سگ اونو خوب میدونم، بزرگش کردم، اما اینقدر بددهن و پر افاده است که ترجیح دادم خودتون تشریف بیارید و ببینیدش. باشه آره. بهتر. من تنها آرزوم دیدن پسرم احمده، پسری که سال هاست ندیدمش. همین فردا میریم ادارش میبینیمش. خب عمو جان با اجازتون، چون من صبح زود باید برم سرکار میرم بخوابم. شبتون بخیر. شب بخیر دخترم. ماشاءالله. هزار. خب دادا شما باب خیلی به این موضوع اهمیت میدید. بله. او ما خب را چرا یاد گرفتی؟ آره از خرابه میشه راحت داخل تویل ما حیات شد. اتاق دختره بالای تویله است. مثل که خوابیدن. پس زود باش برو، دست کاری بر نکرده. خاطر جمع باش رئیس. موفق میشه، پیر مرده با دخترش تنهاست.
دوز بود، بگی بخواب. دوز چی؟ دوز بود؟ شلاق، شلاق بکو، خدا که خلق بده. دوز، دوز ببینم، تبریج جون، بی بخواب، بی که نکردی، هان جونم؟ نه بابا جون. دیدی دوزر چجوری زده بهش؟ نفهمیدم این کی بود، چی میخواست؟ لابد دوز بوده. ای بابا، دوز تو خونه آدم فقیر بیچاره چی کار میکنه؟ در هر حال عقب یه چیزی میگشته دیگه. میگن دوز ناشی به کادون میزنه ها، اما بیچاره جز مشتلقت هیچی گیرش نیومد. خب عمو جون، تو برو بگی بخیادیت بکنه، لازم نکرده، خودم همینجی میخواهم تمام رو پایین بخواهم. نه عمو جون، من خیلی خوب، خیلی خوب، عمو بهتر بری سر جات بخوابی، منم همینجی بگیرم بخوابم. بسیار خوب، پس اگه خبری شد داد بزن. برو بکر، نه ترس، هیچ خبری نمیشه، اگه تو اینجا بودی یه خبرهای میشد. تینه، اینجا بخوابی. عجب دور و زمونه شده ها، پسر فوزون خجالت نمیکشه. من امشب اینجا بگیرم به خبر. خیال بکنه دخترم از سر راه افتاده، نمیدونه که من محمد شلاق میگم. بابا جون بگی بخواب، اینقدر غر نزن. تو خیال میکنی همه این مردم مثل خودت هم؟ تو دیگه خفه شد دختر فوزون، حالا دیگه واسه من دم در آوردی. اگه این شلاق نبود حالا معلوم نبود کجا بودی. مشته محمود که بود. خب دیگه اینقدر نمیخواد پشتی محمودو بکنی. اگه گذاشته بودم توی اتاق بخوابی هیچ معلوم نبود چی میشد. چی میشد بابا؟ چی میشد؟ راستی چی میشد؟ ای جای بی ارزه، بهت گفتم که نباید دست خالی برگردی. قربان، من حساب کردم مرتضی از عهده اون درشکچیه برمیاد، اما یه نفر باهاش بوده که خیلی گردن کلفته. میخواستی 100 نفر بفرسی؟ من که بهت گفتم باید کمربند رو حتما پیدا کنی. مرتضی میگفت کمربند تو اتاق نبوده. میخواست به زور ازش اقرار بگیره که کمربند کجاست. همین کار میخواسته بکنه که اون دو نفر مثل اجر معلق رسیدن و ناچار شده از پنجره فرار کنه. حالا مگه دختر از اسرار ما با خبر بشه وای به حالت. چرا خودش صدا نمیکنه نو باهاش حرف بزنی؟ با یه تیکه الماس کوچیک 100 تا از این زنا کنیز آدم میشه قربون. بد فکری نیست. گفتی کدوم قسمت کار میکنه؟ ماشین نویس سرویس حمل و نقل. فوراً پروین ماشین نویس قسمت حمل و نقل رو احضار کنید. خب این نقشم که عملی نشد. بالاخره